به امید خدا ادامه توضیح و تفسیر کتاب عمیق نورانی و مقدس تنیا رسیدیم به فصل سی و پنجم در کلاس قبل نویسنده اونطوری که با هم یاد گرفتیم و گفتیم که از فصل 35 و پنج تا آخر فصل چهل تأکیدشون یا توضیحشون بر کلمه لعصوتوه که مفصلا توضیح دادیم که کل این کتاب روی همین آیه که ذکر شده در سر فصل کتاب تنیا به فیخا بیلوافخا لعسوتو که خداوند میگه که انجام همه اوامر تورا بسیار سهل و نزدیک به آدمه و میتونه اونها را با دهانش و با قلبش انجام بده و این فصول در مورد این کلمه که انجام دادنه یعنی که اصل عمله بعد نویسنده اومدن از این فصل به بعد توضیح بدن که چه فایده ای داشت که خداوند اشخاصی را خلق بکنه که کل عمرشون ممکنه همه تلاش خودشون را هم بکنن ولی فقط ممکنه که در عمل بتونن صدیق باشن که بشه بینونی تنیا که در افکار و گفتار و عمل مسلطن بر هوای نفسشون ولی ذاتن احساساتشون یا حتی قسمت اقلانیشون هنوز وسوسه های شیطان درش هست با اینه که نمیگذارن که در عمل به جایی برسه ولی خب ذاتا عوض نشدن این در مورد بینونیه کسی که اصلا هیچ گناهی نه در گفتارش نه در اعمالش نه در افکارش هست حالا چه برسه که خالیلا کسایی که از اون پایین ترن یعنی که ممکنه در گفتار گناه بشه در اعمال بعضی موقع و یا در افکار خب این چه فایده ای داشت بعد نویسنده به طور مقدمه یک زوهری را از پرشد بالاک عنوان کردن که بسیار بسیار عمیقه و این همه اصول و دروسی که الان برتنیا به ما یاد میدن همش روی گفته همین ظاهره که ظاهر فرمود از یه نوک و از یه پسر خردسالی که اینا داشت به بزرگان اون دوره درس میداد پسر رب هم نونا سبا که اینی که آیه گفته شلوم ملخ میگه که هخخام ایناف بروشو یعنی آدم عالم و باهوش چشمش در سرشه بعد زوهر پرسید که خب میخوای کجا باشه چشم همه تو سرشونه بعد زوهر گفت که منظور اینه که توجهش به اون چیزیه که بالای سرشه بالای سر هرکس چیه؟ نور شخیناه و همین خاطره که باید پوششی باشه روی سر به احترام اون نور شخینا بعد زوهر گفتن که این نور شخینا احتیاج به روغن داره و تشبیه کرد جسم آدم را به فیتیله ای برای اینکه یک شم یک ظرفی داره بعد یه فیتیله باید باشه بعد روغن هم که اگه با روغن باشه باید روغن هم داشته باشه و آتیشی که اونا روشن میکنه بعد زهر فرمودن که جسم آدم مثل فیتیله است و روغن این شم اعمال نیکه انجام عوامر خدای آموزش تورای تفیلای سیتیت تفیلین صداکای احسان به دیگران و اینه که شلما میگه که کسی که عاقله کسی که عالم و باهوشه همیشه توجهش به اون چیزی که بالا سرشه آتیشی که باعث میش که این شم روشن بشه نور شخیناه که بالای سره و این نور شخینا احتیاج به روغن داره آدم عاقل همیشه 24 ساعت توجهش به این نور شخینای که روی سرشه و دنبال روغن میگرده اینم براش روغن پیدا میکنه روغن شیه اعمال نیکه اوامر تورایه اوامر خداه. خب این بود گفته زوهر حالا ببینیم در ادامه نویسنده چی میفرماید و هینه بیور ما شازه شهیم شیل رش خیناد شعین و معیر و به پتیلا بلی شمن و همونطور که گفتیم نور شخینا که آتشه نمیتونه مستقیما به فتیله وصل بشه فقط بدون روغن برای که اون موقع اون آتش زمخته زلال نیست نورش برای اینکه نور این شم زلال باشه باید روغنی باشه جسم کافی نیست برای اینکه جسم از معنویت نور شخینا بسیار دوره بعد یه چیز معنوی بیادیم میون بین جسم و بین نور شخینا که اعمال و عوامر خدای که تشبیه شدن به روغن بعد الان نویسنده میگه که به اینه ذعور ماشعزه همشیل اور ما شخینا لاورا نر شاین و مئیر و نحاز با پتیلا بلی شمن توضیح این مثالی که تشبیه کرد نور جلال شخینا یا نور جلال خدا را به نور شم که تابان نیست و نمیتونه مستقیما بدون روغن فقط به فیتیله وصل بشه بریشهم و کخ عین شخینا شوره الگوف آدم شنیمشا لپتیلا پتیلا ال لیده مسیم تویم دفکا همچنین نور شخینا نور جلال خدا که بر سر آدمه نمیتونه مستقیما وصل بشه به جسم آدم که تشبیه شده به فتیله الا الیده معصیم توبیم دفکا فقط از طریق اینکه انسان اعمال نیک انجام بده جسمش که فتیله است روغنش چیه؟ همونطور که گفتیم تورا، تفیلا، امر و نهی خدا احسان به دیگران، صداقا، تفیلین، سیسیت، شبات، اینا روغنیه که نور شخینا را وصل میکنه به جسم اگه نه جسم به خودی خود نمیتونه وسیله ای بشه که مستقیما بتونه نور شخینا ازش تابان بشه احتیاج به روغنه ولو دایلو به تو الان ببینید بلتن یه, یه سوالی مطرح میکنن همینطوری یه دنیا عمق تو این سواله و جواب خب میگن که وللا دایلو بنیشموتو شی خلک ال عمیمال لیوت کیشامل پتیلا یه سوال میپرسن روی زهر میگن خب آقا جان درست جسم نمیتونه مستقیما بشه وسیله برای این نور شخینا نشاما که میتونه گفتیم جسم زمخته نشاما که معنویه روح الهی آدم که معنویه خب بذار اون روحه بشه شم این نور یا روغن این نور مگه نگفتیم که عوامل خدا باید باشه برای اینکه اونا معنوی هن. اونا میتونن روغن این شم بشن خب روح آدم هم معنویه ولو دای لو بنشموت و شی خلک الوهمی معلیوت هی کشنه ملپتیلا. ولی اینکه بلاتانیا اینا به عنوان اصل میگن ولی اومدن یه سوال جواب بدن. میگه که نفس الهی نمیتونه این روغم باشه. کافی نیست. مووار و مووان لخول مستکیل. و این میگه این واضحه که نمیتونه باشه. و قابل درک برای هر آدم عاقلی به این واضحی هم نیست سوال بسیار عمیقه ها گفتم مخصوصا تو سیفره خسیدوت اینطوریه. یه چیزهای عمیقی که اصلا ممکنه به فکر آدمایی من دارم مثل خودم رو میگم نرسه را میگن بعد همیشه میگن که این یه چیز ساده است که یه چیزیه که همه میدونن کمووان بیشتر این فکر کنم یا دو صورت داره یا اینی که به خاطر اینکه این, این آدما خودشون انقدر بزرگ بودن و دوروریاشون آدمای بسیار عالم و والا مرتبه ای بودن که اینا براشون یه چیزای ساده بوده یا از روی تواضع اینا میگن یه چیزای عمیق میگن بعد واقعا آدم تعجب میکنه از این همه عمق و هوش بعد برای اینکه یه دفعه خدای نکرده اونا این احساس بهشون دست بده که یه چیز خیلی عجیبی یا بزرگی عظیمی گفتن میگن همه میدونن کیا دو اینجا هم را بالاتر میگن موار و مبان لخال مسکیل حالا جواب چیه سوال که خیلی سوال واضحیه چه احتیاجی به اعمال نیک یا عوامر خدایی که بشه روغن خب خود نشانه بشه روغن روح الهی آدم بشه روغن کینه نیشمت آدم افیل و صدیک گامور او شنبه به ایرا و احواب تنوگیم میگه برای اینکه نفس انسان نفس الهی انسان نه نفس حیوانیش نفس الهیش افیل و صدیق گامور حتی کسی که صدیق کامله یعنی صدیق مند تنیا که میشه کسی که دیگه نفس حیوانیش و وسوسه شیطانیشو و همه تبدیل شده به نفس الهی تو ذاتش هیچ نوع بدی دیگه نیست هیچ نوع کششی به گناه نیست نه تنها به گناه هیچ کششی یا هیچ علاقه ای به هیچ چیز دنیوی نیست تو اون حد از صداقت میگه افیل و هود صدیق و هشم و کسیه که صدیق کامله و خدا را بنده است بیرا و هوا با حیبت از خدا و با عشق به خدا نه فقط عشق معمولی احواب تنوگیم این احواب تنوگیم دیگه بالاترین مرتبه عشق خدایی که تموم لذت وجود صدیق شده یک لذت اونم لذت بردن از تقرب خدایی ببینید براتن کجا داره در مورد کی داره صحبت میکنه و در مورد چه مرتبه ای داره صحبت میکنه کسی که صدیق گاموره یعنی نه تنها در افکارش گفتارش اعمالش صدیقه در ذاتش در احساساتش در دیدگاهش در قسمت اقلانیش تموم سیستمش پاک شده از همه نوع وسوسه هوای نفس و شیطان درون و شیطان بیرون و نه تنها این همیشه در حال بندگی خدای با عشق و حیبت از خدا و نه تنها عشق معمولی عشقی که دیگه بالاترین مرتبه عشق و نزدیکی به خداه که دیگه در هیچ چیز این دنیا هیچ نوع لذتی احساس نمیکنه کل لذتش اشغال شده تو لذت تقرب خدا همچین آدمی همچین مرتبه‌ای ببینید بعد بلتنیا چی میگه افل پیکن اینا به به میتسیوت دگمری لی باتل لی کالل به ارشه مماش لیوت لحادیم و میوحادیم بی گامور میگه با این حال افل پیکن همچین آدمی با همچین مراتبی که نفس الهیش مالامال شده از عشق و حیبت خدا کاملا فنا نشده که باطل بشه و فنا بشه در نور خدا که واحد و احد بشه با نور خدا لخادیم لیود لخادیم و میخادیم بی خود گامور کاملا اون وحدت به وجود نیمده اون فنا شدن نیست چرا؟ رکو داوار بیپنه اتمو این نفس الهی این آدم هنوز یه استقلالی داره از خودش مستقله کو داوار بیپنه ما یره و آهوا یعنی یه موجودیه که خدا را دوست داره و از خدا حساب میبره میترسه ولی یه موجودیه همین که میگه که حودار بیفناز ما یه رهشم. اینجا یه آدمی هست یه نفسی هست که از خدا میترسه پس این فنای مطلق نیست ولی اینکه هنوز هست خدا ترسه پس یه چیزی هست که داره از خدا میترسه خدا دوسته پس یکی هست که داره خدا رو دوست میداره هنوز مستقله مش این که تو برعکس وقتی که اوامر خدا و اعمال نیک انجام میشه اینا اگه برطنیه نمیگفتن فکر نمیکنم کسی دیگه میتونست همچیزی ها بگیم برطنیه میگن که وقتی که انسان اوامر خدا را در عمل انجام میده حتی اگر این مراتب این صدیق هم نیست هر کسی مثلا خدا امر کرده که میتوای فیلین را انجام بده با جزیاتش و این عمل میتوای فیلین را انجام میده و ممکنه بدون هیچ احساس حیبت و عشق و اینا هم انجام بده فقط به عنوان تکلیف عمل خدا را انجام میده این عمل فنای در خدای بیشتر از اون عشق و حیبت صدیقی که غرق در لذات الهیه لذات نزدیکیه به خدا برای اینکه اینجا دیگه استقلالی نیست خدا امر کرده بنم انجام میدم منی در کار نیست دیگه حداقل تو عمله درسته این آدمه ممکنه ذاتش هنوز بدیاش هست هزار و یک مشکل اخلاقی هم ممکنه داشته باشه ولی الان که خدا دستور داده دستور خدا را انجام داده این عمله کاملا فنای در خداه مشه اینکه هم میتسوت و شن بارخ برعکس عوامه رو اعمال نیکی که اراده خدا هن. خدا اراده کرده مثلا باید شم شبات یا یومتوف روشن بشه اراده خدا خدا اراده کرده الان بعد تفیلا خوند سیسید تلید کادر تلید کاتان صداقا هر چیزی که خدا اراده کرد اینا اراده خدا هم. امر خدا هست به خیم لکل آلامات و بروییم امر خدا هم. اراده خدا منشأ حیات کل هستیه همه هستی چه معنوی ما چه مادی چه آسمون چه زمین چه ما بینهم چه انسان چه ملائکه چه انفاس همه اینها منشه ای اینی که هر لحظه هستن چیه اراده خدای ازن خدای و رتسونوید بارخون مکر خیم رکل آلامت و برویم اراده خدا منشه زندگی و هستی و موجودیت برای همه عالم معنا این عالم و همه مخلوقات هستی شیورد علیهم علید تیمتومیم ربیم و هسترپانیم شراتون ایلیون باروخو و این اراده خدا برای اینکه به کل هستی برسه خدا باید کلی فیلترش بکنه برای اینکه اراده خدا باره ها گفتیم تشبیهش کنید به یه نور بی انتها که خورشید در مقابلش هیچه این یه ذره هم حساب نمیشه از اون نور تازه اون نور معنویه بعد مثلا این نور خورشیده به این کوچیکی در مقایسه با اون چیزی که خدا میتونه بیافرینه و هست و خودش به ذاتش به این خورشیده به این کوچیکی آدم نمیتونه مستقیم نگاه بکنه باید فیلتر بشه عینک بزنه یا کم بشه نورش اراده خدا که نور کل هستیه برای اینکه به همه مخلوقاتش برسه کلی باید فیلتر می شده کلی باید محدود می شده و بشه شیاره دلی مرد تیم تومیم ربیم به هسترپانیم سیمتوم و هسترپانیم دو تا چیز مجزایه بعدها یا در موردش صحبت میکنن معمولا سیمسوم یعنی محدود کردن مثلا یه نوری که خیلی بویه میشه دو جور قابل تحملش کرد یا اینی که یه پرده میذارن که این نور از پرده رد بشه که نورش کم بشه یا اینی که یه مجرای تنگتری میذارن که از اون مثلا وارد بشه که یک ذرهش فقط بیاد به ما برسه اولی که گفتیم مثل پرده اون هستر پانیمه مثل یه چیزی که جلوشا میگیرن مثل پوشیدن صورت هستر پانیم سیمتسوم یعنی محدود کردن همونو که مثلا نوره خود نوره میاد از مجایه ولی الان از یه جای کوچیکی به ما میرسه و فرق هم دارن این دوتا یکیش انکاس نوره اونی که از پرده رد میشه اونی که از خود جای تنگ تر میاد خود نوره خب حالا وارد اون نمیشیم حالا هرچی از اراده خدا که نور خداه که منشه کل هستیه کلی باید فیلتر بشه محدود بشه که برسه به همه مخلوقاتش اگه نه نمیتونستن تحملش بکنن علیده تیمتومیم ربیم به هستر پانیم شراطان علیان بارو خوب. ویریدت <applause> همدگوت اد شیوخلو لیت هفوت لی باروت یشمعین به داوار نفراد بیپنه از انقدر باید مراتب اینا رد بکنن و کمتر و کمتر بشه نورشون و قوتشون که مخلوقات خدا بتونن به وجود بیاین از هیچ تبدیل بشن به یه چیزی. به داوار نفراد بیپنه از و انگاری ظاهرنی استقلالی پیدا بکنن اگه نه زب بودن تو نور خدا کوه کوه بشه آدم هم آدم به وجود بیاد پشه هم همینطور ستاره هم همینطور همه جزیات خلقت این اراده خدا که نور بی حد و مرزه اگه همینطوری می اومد همه چیز زب میشد شد تو خدا کسی استقلالی نداشت دیگه همه چیز محو خدا بود خدا اینقدر باید خودش پنهان میکرد و محدود میکرد و فیلتر میکرد و اینها که همه چیز به وجود بیاد ولی اینه که همه چیز به وجود اومده اراده خداه. یک چیزه از کوچکترین پچه را بگیرید تا بزرگترین سیاره یا ستاره یا هر چیز دیگه از آدم بگیرید تا فرشته همه اینا یک چیزه اراده خداه. یک نوره که بهش بگیم اراده خدا که این نوره کلی فیلتر شده که این چیزا به وجود بیاد همین ستاره بزرگ بزرگه که میگن که مثلا چقدر بزرگه خدا خوب بوده کلی خودشا پنهان بکنه و خلیلا کوچیک بکنه انرژیشا که این بزرگ بزرگه به وجود بیاد حالا چه برسته به کوچیک کوچیکی؟ بلوی باطلو به متسیوت اگه نه اینها باطل می فنا می اگه نور خدا همونطوری که بود اراده خدا همونطوری که بود میخواست همه چیز را خرق بکنه پس بعد کلی فیلتر میشد کلی محدود میشد شد کنیسکال ال اینا را همه را تو فصل 21 نویسنده فرمودند ماشه این شم پنیمیت رتونایید بارخ و این شام هستر پانیم کلل ولی اوامر خدا اوامر خدا هم اراده خدای همه 613 فرمان خدا یه چیزه امر خدای این کارا بکن اون کارا نکن یعنی من امر میکنم میل منه اراده من خدا میگه خب اونا هم اراده خدای پس الان ما دو جور اراده داریم به ظاهر یکی این که کل هستی وجود داشته باشه هر لحظه و به وجود اومده این اراده خدای یه اراده خدا است هست که عوامرش انجام بشه آره های خدا بعد بله میگن که این دو اراده یه اراده است یکی باطن اراده است یکی ظاهر اراده است یکی پنیمیوته یکی خیتسونیوته باره های مثال ها زدیم اون فصل 20 21 اینا هم این مثال رو زدیم چجوری آدم مثلا میفهمه که باطن یه اراده چیه ظاهر چیه مثلا یه آدم کاسب کار اراده میکنه مثلا یه کاری یا انتخاب میکنه بعد تو اون کاره باید کلی تشکیلات به وجود بیاد دفتر دستک بعضی موقع باید مسافرت بکنه بعضی موقع بعد ارتباط با دیگران برقرار بکنه تا یه چیزی به دست بیاره همه این کارهایی که گفتیم اراده میکنه بکنه اراده میکنه که یک دفتری باز بکنه اراده میکنه که مبلمان دفتر را به چینه اراده میکنه که یه منشی داشته باشه اراده میکنه که همه این چیزها اراده است ولی اینا همه ظاهر اراده این آدمه باطن ارادش چیه برای چی هم این کارا را میکنه برای اینکه میخواد رزق و روزی به دست بیاره تازه اون هم ظاهر ارادش هست رزق و روزی هم هنوز باطن ارادش نیست باطن ارادش اینه که میخواد زنده بمونه زنده بودن احتیاج به رزق و روزی داره اراده اصلیش رزق و روزیه که اونم گفتم اراده اصلیش نیست اصلی اصلیش زنده بودنه این چیا اثبات میکنه به ما؟ اگه میدونست که اگه توی خونه بشینه همون قدری که این همه این تلاشا را کرده که یه چیزی به دست بیاره همون چیز میومدن میدادن توی دستش خب این کارا را دیگه نمیکرد نه آفیس باز میکرد نه مسافرت میکرد نه منشی میگرفت نه همه این بسات با اینی که همه این کارها را خواسته که بکنه که کرده اراده کرده پس همه این کارهایی که اراده کرده و حتی اینکه که رزق و روزی به دست بیاره اینا اراده اصلی نیست اینا ظاهر اراده است باطنش اینه که میخواد زنده باشه و زندگی هم احتیاج داره به رزق و روزی کل هستی از بالا تا پایین از بزرگ تو کوچک از معنوی تا مادی فرشته و روح و جن و همه چی که خدا خلق کرده اینا ظاهر اراده خدای برای چی همه اینا رو خلق کرده خدا این آفیس ها درست کرده با این همه منشی و دفتر دستک همه به خاطر اینه که امر خدا انجام بشه یکی بیاد الان وایس شخریت بخونه یکی تفیلین ببنده یکی سیسیت بپوشه یکی شهم شباد روشن بکنه یکی صداقا بده این باطن خواسته خداه این حیات هستیه همون جوری که آدم کاسب کاره اصل ارادش اینه که میخواد زنده باشه زندگی هستی اینه که امر خدا انجام بشه و این اراده اصلی خداه باطن اراده چه چیزای دیگه هم که همه اینجا دور و بر میبینیم اینا همه بهانه است برای اون اراده یا وسیله است ماشه این کلمه پنی میتر بارخ همه رو گفتیم این چند کلمه بلتنیا بود میگه عوامر خدا باطن اراده خدا اون چیزیه که واقعا خدا میخواد مثل اون کاسب کاره گفتیم اگه میتونست میشد تو خونه میشست و همون چیزی که خوبه به دست بیاره رو میوردن بهش میدادن دیگه اون کارا رو نمیکرد پس اون ارادایی که داشته که این دفتر رو باز بکنه و این کارا بکنه و با این تماس بگیره و مسافرت بره اینا همه مشروطه یعنی اگه لازم باشه میکنه اگه نه نه کل هستی هم مشروطه برای خدا اراده اصلیش نیست برای یه چیز دیگه است. باطنش همینه بعد میگه که شهنپنی میدرسونوید بارخوه این شام هستر پانیم کلن اراده اصلی خدا نور اصلی خدا که در توراو آموزش توراو یاد دادن تو را به دیگران و تفیلا و اوامر خدای امر و نهی خدای تو کل جزیاتش و ریزکاری های هر امری از خدا توی شبات یامیم تویم، پسخ سکوت این نور این اراده اونجا دیگه نه فیلتریه نه محدودیتیه نه پنهانکاریه نور خدا عیان آشکاره بدون فیلتر شهن پینی میدرسون و و این شام هسترپانیم کلل نه هسترپانیمه نه پرده است نه خوبه که مجراش رو تنگ کنن که نور زیاد نیاد هر دفعه که هر کسی یکی از عوامل خدا رو انجام میده نور خدا جاریه بدون هیچ نوع محدودیتی جلو ظاهر اراده خدا که مسبب خلقت کل هستیه اونا میشه جلوشا گرفت باید گرفت باید محدودش کرد باید فیلترش کرد اگه نه چیزا به وجود نمی اومدن. ولی جلوی باطن اراده خدا را چیزی نمیگیره اون خود نوره بدون هیچ نوع محدودیت و بدون هیچ نوع هجاب و پوششی به این شام هستر کلل این خیوت شبا هم دوار نفرد بیپنه پس وقتی که آدم یک تفیلین میپوشه یک تلیت میپوشه یه صداقا میده یا یک تفیلا میخونه یا یه براخا میگه یا هر کاری که از عوامر خدا رو انجام میده اون انرژی که استفاده کرده یا اون شیعی که استفاده کرده برای انجام امر خدا یا قدرت کلامش یا دستش یا سرش یا اون شیعی که گفتم مثلا مثل تفیلین یا سیسیت که ازشون استفاده کرده اینها محو میشن تو اراده خدا تو اراده اصلی خدا کلا فنا میشن تو اون لحظه ای که میسفاره انجام میده که صدیقی که با عشق و هیبت خدا و با ذاتی کاملا پاک و منظه از هر نوع وسوسه شیطان و کسی که تموم لذتش شده تقربه به خدا اینطوری فنا نیست مثل وقتی که یکی تفیلین میپوشه برای اینکه اونجا اون صدیق احساسات عشق و حیبتش آخرش چیه؟ احساسات خودشه وقتی که خودش توی تصویر هست نمیتونه صد در صد فنا بشه ولی وقتی که خدا دستور میده تفیلی میبند چشم خدا میبندم با اینی که این آدمی که ممکنه تفیلی میبنده نه ذاتش نه اخلاقش نه هیچ چیش قابل مقایسه با اون صدیق نیست تو این عملی که انجام داده این شیعی که استفاده کرده اون انرژی که استفاده کرده دستی که روش تفیلین بسته شده و سری که تفیلین روش گذاشته شده همه فنا شدن کاملا تو نور اراده خدا اون چیزی که اون صدیق با عشق و حیبتش به دست نیاورده هنوز این اخیوت שבו הם דבר נפרד از עצמו وقتی که آدم امر خدا را انجام میده یا شیعی را استفاده میکنه بر انجام امر خدا یا اعضای بدنش را استفاده میکنه دیگه اونها هیچ استقلالی ندارن الاهو میوخاد و نخلال بارخ و هایول خادی مماش بی خود گامور اون واحد میشه و فنا میشه در اراده خدا نه اراده ظاهری خدا و مشروط خدا خود خود اراده باطنی خدا که امر خداه و یول خادیم مماش بی خود گامور بعد واحد میشن یه وحدت کامل خب سوال چی بود جواب چی شد سوال این بود که آقا چه احتیاجی داری به امر خدا خود نشاما بشه روغن این شم شخینا بشه آتش که روی سره جسمم بشه فیتیله خود نفس الهی که معنویه بشه روغن این شم برطنیه گفتن روغن باید کاملا فنا بشه در نور شم نشامای ما هرچی هم که بزرگ باشه و جزی از وجود خدا باشه یه شمه از وجود خدا باشه مالامان از عشق و حیبت خدا باشه هنوز یک آفریده است یه استقلالی داره هنوز کاملا فنا نیست پس نمیتونه روغن بشه چی میتونه روغن بشه؟ وقتی که عوامر خدا انجام میشه در عمل ماهینه این یعنی انا شخینا و گیلوی الہوتای بارخ و اور این سوف بارو خوب ایزداوار میگه جاری شدن نور جلال خدا شخینا چیه روی این کسی وقتی که خدایی خدا و نور بی انتهای خدا آشکار میشه بر یک شخصی یا چیزی باینو با لومش و تو دابار نیخلل به ورشم و باطل و بهمسییوت لگمری یعنی اون چیز یا اون کس در نور خدا حل و باطل میشه و فنا میشه کاملا شازو شوره و میتگله ب ورشم اخاد اون موقع خدا میتونه برش آشکار بشه و عیان بشه نور جلال خدا باید کاملا فنا بشه هر ذره ای از استقلال وجود مانعی میشه که نور خدا برش آشکار بشه یا ساکن بشه اول کل معشل و باطل الا لگمری این ارشم شوره امید گله هر چیزی که باطل نمیشه کاملا در نور خدا نور خدا هم برش ساکن نمیشه و آشکار و افت صدی گامور شمیت دبگ با ابواب با و حتی صدیق کاملی که هر دفعه علنی میگن صدیق گامور یعنی صدیق گامور کتاب تنیا یعنی کل ذاتش و همه وجودش پاک شده از هر نوع شیطان و وسوسه شیطان و هوای نفس و نفس حیوانی میگه حتی این صدیق کامل که وصل شده شه میتدبک با وصل به خدای به هوا ربا با یک عشق عظیمی هر علت مخشابات فیسا بکلل به امت با این حال این صدیق هر که بزرگ باشه نمیتونه اونجوری که خدا خدا هست را درک بکنه כי אמיתת השם אלוהים אמת وقت و تو. برای اینکه اصل وحدانیت خدا چیه؟ یعنی هیچی به جز خدا وجودی نداره هر صدیق هرچی بخواد به این برسه خب داره دوباره خودش میخواد به اون برسه دوباره یه چیزی وجود داره شهول و دوهو خدا خداه و به جز اون هیچی نیست یعنی همه چیز فناه به افس بیلا دوممش همه چیز صفره هیچه به جز خودش به این کن زه هف شو یش بلو افس ببینید چی داره بلطنی میگه میگه این صدیقی که هنوز یه چیزی هست یه چیزیه که عاشق خداه هنوز هیچ نشده چجوری عاشق خداه برای که بیشتر هرچی خدا رو درک میکنه عاشقش بیشتر میشه و پس داره ولی به اون درکی نرسیده که نمیتونه هیچ چی از خدا رو درک بکنه و فنا بشه تو خدا بلا افس شویش بلا افس لیت مخشابا دی فیسا بکلل این کسی که هنوز یه چیزی هست این صدیقه به این بزرگی که داریم در مورد صحبت میکنیم این نمیتونه کاملا خدا را اونطوری که هست درک بکنه و فنا بشه به این راه شرم شوره و متقابله اولا علیه کیومه می‌صفات شم رضوان و خوکماتای بارخ مامش پیششوم پانیم بعد میگه که و نور خدا نمیتونه آیان بشه آشکار بشه جاری بشه ساکن بشه روی همین صدیقم مگه اینکه این صدیقم امام خدا را انجام بده یعنی همین که تو حالت خالص و محو عشق خدا بشه این هنوز نمیتونه نور خدا را برش جاری بکنه اون طوری که باید جاری بشه ولی همون موقع وقتی که این صدیق شروع میکنه را یاد گرفتن یا تورا را یاد میده یا عوامر خدا را انجام میده اون موقع خدا میگه آبایرکلا تو این اعمالی که انجام دادی این اعمال یعنی بندگی مطلق دیگه منی دیگه نیست فنا شدی انجام دادی اون چیزی که من گفتم باری کلا محو من شدی محو اون اراده باطنی خدا که انجام اوامر خدا روی زمینه اون موقع خدا نورش عیان و آشکار جاری میشه میگه که نور خدا کی جاری میشه و کی آشکار میشه فقط از طریق اراده کیوم انجام اوامر خدا شن رتسونو و خخماتو اید بارخ که هم اوامر خدا هم میل و اراده خداه هم دانش خدا برای اینکه دانش خدا حکم کرده که این امر را بکن اون امر را نکن و خدا و دانش و ارادش همه یکی هن. بلیشوم هسترپانیم اون موقع نور خدا آشکار میشه بدون هیچ هجابی و بدون هیچ محدودیتی و بدون هیچ فیلتری بعد اینجا یه هاشیه هست بلتنیه میگن که هگا کشه مموری آلا و شالم. همونطور که شنیدم از استادم استادشون مزرش مگید بوده حراب مگید پروش به تم مشه کاتب بیتخاییم بگید ببینید تو یه جمله چی میگن یه دنیایی میگن میگن اینی که تو اریاکا داشت تو اتخایم نوشته شعور این صف بارو اینو میتیخد افیلو به علام اتسیلوت یعنی نور خدا حتی تو علام دنیای عرفانی اتسیلوت که از همه عالم معنا نزدیکتر به خداه اونجا هم نور خدا آشکار نمیشه الا طلب تخیلا به خخما بعد اول نور خدا پنهان بشه ملبس بشه در دانش خدا خخمای خدا که بتونه اون دنیا نور خدا درش آشکار بشه چرا؟ و اینو میشوم شه این صف با روخو اخاد ها امت برای اینکه نور خدا واحد احد حقیقیه واحد احد حقیقی یعنی هیچی به جز خدا وجودی نداره اگه چیزی حتی علام حد عالم معنا احساس موجودیت بکنه و استقلال این تضاد با وحدانیت خدای به وحدانیت خدا که نور باطنی اراده خدای برش نمیتونه آشکار بشه یا جاری بشه یا ساکن بشه خخمای خدا یعنی دانش خدا دیگه از دانش خدا کی بهتر میفهمه که خدا خودش و هیچی دیگه وجودی نداره خب دانش خدای دیگه گفتیم صدیق هرچی هم که بزرگ بشه دانشش به اون حد نیست که بفهمه واقعا صد در صد که فناه و هیچ احساس موجودیتی نکنه برای اینکه دانشش محدوده ولی دانش خدا که محدود نیست دیگه از دانش خدا کی بهتر میتونه بفهمه که به جز خدا هیچی موجود نیست و خدا واحد مطلقه به همین خاطر حتی دنیای اتسیلوت هم نمیتونه اینا درک بکنه پس نور خدا اول باید بیاد ملبس بشه تو دانش خدا دانش خدا هم یک چیزه یعنی همه چیز هیچه به جز وجود خدا بعد میتونه جاری بشه تو دنیای اتسیلوت شعول بدوهو و این زولاتو و زوهی مدرگت خخما و این مرتبه خخماه مگید میگه مزرش مگید اینا برای جای دیگه هم گفتن از مزرش مگید زخوتام یاگن آلین و بعد خیم و کل اسرائیل آمین که